بعد از اعمال تحریم ها علیه ایران، اکنون دیده می شود که شمار زیاد از مهاجرین افغان ایران را ترک و به افغانستان برمی گردند. در سال گذشته 77,000 مهاجر از ایران به گونه داوطلب وارد افغانستان شدند، اما این آمار در سال روان به 156,000 نفر رسیده است. مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان گفتند که آمار عودت مهاجرین از ایران نسبت به سال گذشته 100% افزایش یافته است. از ابتدای سال مالی تا الحال ما حدوداً 99,000 هموطن دیپورتی یا رد مرزی داشتیم. حدوداً بین 156,000 داوطلبان خود به خودی داشتیم که وارد کشور شدند و حدوداً بین 700 نفر هم کسایی را داشتیم که به شکل داوطلبانه با استفاده از کارت همایش داخل کشور شدند که این افزایش اضافه تر از 100% نسبت به سال پار به ما نشان داد. به مهاجرینی که از ایران به گونه داوطلب یا اجباری به کشور برمیگردند، از سوی اداره مهاجرین با همکاری نهادهای بین المللی کمک توزیع می شود. اما حالا رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان در هرات از کاهش کمک ها نسبت به سالهای قبل سخن می زند. مؤسسات مختلفی هستند، UNHCR هست، یونیسف هست و در کل IOM هست که هماهنگی از اینها را دفتر محترم UNOCHA هماهنگ کننده سازمان ملل متحد می کند. به دلیل اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، اکنون مهاجرین افغان بیش از حد از این کشور به ولایت هرات برمی گردند. اما زمینه کار برای انتداد مهاجرین فراهم نیست. اعضای شورای ولایتی هرات اداره مهاجرین را به کم توجهی در قسمت کمک به مهاجرین برگشت کننده متهم می کنند. شما در جریان هستیم که این روزا مهاجرین عودت کننده از کشور ایران به خاطر ای که تحریم قرار گرفته و اقتصاد ایران خراب شده و ولایت ایران به افغانستان سرازیر شده که این موجب نگرانی مردم ولایت ایران و خود مهاجرینه که باید دولت یک توجه داشته باشه که هم به مهاجرین باید سهولت ایجاد بشه، کمک بشه و هم زمینه کار بریم همه مردم ولایت ایران ایجاد بشه. مسئولان اداره مالی هرات گفتند که مهاجرین غیر ایراتی را با همکاری وزارت مهاجرین به مناطق اصلیشان می‌فرستند. قبلا هم اعلام کردیم که اگر قرار باشه تمام مهاجرین اگر از خارج مرز وارد هرات میشن و در داخل هرات اینا مسکن گزین بشن و به گونه دائم در اینجا زندگی بکنن، این سبب بروز بسیار مشکلات جدی خواهد شد هم به دولت هم به شهروندان. برای مبناست که از طریق وزارت مهاجرین تقاضایی که ما قبلا مطرح کرده بودیم این بود که مشوق های در اختیار مهاجرین قرار بدن که اینا با کمال رضایت به مناطق اصلی خود بازگشت بکنن. در صورتی که اینا با مناطق اصلی خود بازگشت بکنند، طبیعتاً وزارت محترم مهاجرین برایشان سهولت‌های لازم از جمله بسته‌های کمکی ارائه خواهد کرد که این میتونه در کوتاه مدت سبب از این بشه که تا اندازه مشکلات مهاجرین کاهش پیدا کنه. با وجود افزایش عدد مهاجرین به ولایت هرات، آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود 3 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند.